با سلام، این آخرین قسمت از این کلاس های آموزشی این دوره هست که میخوام درباره یه نوعی از کارتون با شما صحبت بکنم. البته این زمینه بسیار گسترده ایه، فقط ما خیلی کوتاه روی این موضوع کار میکنم. مسئله کارتون دنباله دار هست. مواقعی هستش که شما نیاز دارید به انجام کشیدن کارتون در چند مرحله به طوری که بتونید داستانتون رو کامل تعریف کنید. من یه نمونه براتون اینجا میسازم. خب در این نمونه یه ماهی خیلی بزرگ میخوام بکشم، در مقابلش یه ماهی کوچیک میخوام بکشم، طبیعتاً توی آب حرکت میکنن، به هم میریسن. این قسمت اول هست. قسمت دوم طبیعتاً وقتی که این دوتا ماهی به هم دیگه میرسن، شکار اتفاق میفته. خب طبیعی که این ماهی کوچولوه، بیننده منتظره که این ماهی بزرگ ماهی کوچیکو بخوره، اما یه اتفاق دیگه میفته. ماهی کوچیک ما دهنش خیلی بزرگه. قسمت دوم. قسمت سوم، موقعی که ماهی کوچیک ما برمیگرده به خونه، و ماهی بزرگمون کاملا نابود شده. این یک، دو، سه. تفاوتش با انیمیشن در این هست که توی موقع دیدن یه انیمیشن شما تصویر بعدی رو نمیبینید، باید منتظر بمونید تا تصویر بعدی بیاد. بنابراین سورپرایز شدن، غافلگیر شدن که نفس کار کارتون دنباله دار هستش، این در انیمیشن به راحتی اتفاق میفته، چون سازنده کنترل داره که کی به شما چه لحظه‌ای رو نشون بده. ولی در اینجا همش در همون صفحه است، یعنی تماشاگر بلافاصله همه چیز رو همزمان میبینه و اون مهارت شماست که چطوری هدایت بکنید که طبق نظمی که شما نیاز دارید بتونه دنبال بکنه داستانو. اینو بعداً با اجرای کامل‌تر یه تر بیشتر درباره‌اش توضیح میدم بهتون. در ادامه من اینجا یه نمونه کشیدم از اون دوتا ماهی که میخواستیم توی این داستان مصور یا این کارتون دنبالدار باشون کار بکنیم. کشیدم، حالا اینطور ادامه میدیم. یه مجدد میکشم. فقط همون تجربه که کشیدم در واقع کپی میکنم اینجا، بعد اینو جا به جا میکنم، میارم بالا که مرحله دوم بتونم کپی بکنم که شبیه هم باشه. توجه میکنید که تغییری که دارم میدم فقط توی موقعیته، یعنی اینکه حالا این ماهی میخواد آماده بشه برای خوردن ماهی کوچیک. ماهی کوچیک نزدیکتر میشه.
توجه میکنید؟ مرحله سوم هستش. اینجا ماهی کوچیک برمیگرده و میره، بنابراین من کلا این کاغذ رو برمیگردنم. ماهی کوچیک خیلی خوشحال راهی خونه میکنه، اما ماهی بزرگ بسیار خوب. وقتی دقت کنید کارم تا این مرحله انجام شده. همینطور که ملاحظه میکنید کار داره شکل میگیره. بسیار یک دو و سه. حالا لایت باکس خاموش میکنم که نتیجه رو بتونیم با هم ببینیم. طبیعتا شما میتونید به وسیله کادر این بخش رو از هم جدا بکنید، اینا رو کم رنگ میکشم برای اینکه صدمه به کار تصویر سازی وارد نکنه. خب همونطور که در مورد کارهای دیگه هم گفتم، با تکنولوژی که موجود هستش ما میتونیم این کار رو قبل از اینکه این هاشورا زده بشه اینا رو اسکن بکنیم و بعد روی فوتوشاپ رنگ وارد بکنیم، که طبیعتاً برای یه همچین کاری رنگ آبی دریا و این رنگ قرمز و اینا میتونه توی فوتوشاپ خیلی نتیجه بهتری به ما بده. این آخرین قسمت بودش از این آموزش ها که ما از اینجا امیدوارم همزمان و همراه با شما بتونیم روی آنلاین با همدیگه روی تمام این بخش ها کار و تجربه بکنیم. موفق باشید.